خب بذار بگم چی شده. توییت اومده که یه نفر زیر یه توییت دیگه، توییت اصلی آدم نیست راجب چی بود، ولی اون مسیج خطادار اینه که میگه که آقا دیگه هر ایرانی یه بار تو بچگیش خارج از ایران سفر کرده، چرا یه همچی توییتی باید انقدر بازخورد عجیبی بگیره؟ فضای تیتر یه فضای جنگل توریه، آدم ها خیلی نامهربونه. خدا وکیلی با هم مهربون باشیم با خودتون و سایر دور تو هم زندگی کنیم، نصفش هم دیگر داریم تیکی پاره میکنیم بابا جون. سلام سلام، چطوری؟ خوبی؟ ببین من خیلی وقته میخوام بیام با تو صحبت کنم ولی نمیرسم. امروز فکر کردم تا باید آرایش کنم برای یک میکاپ بکنم سریع برای یک جلسه ای، بشنم با تو حرف بزنم راجع به این ماجرا، چون دیگه نمیرسم. ببخش که جایی بهت نگاه نمی کنم، همینجور که دارم این کارو میکنم. من میکاپ آرتیست نیستم ولی وقت ندارم، شما ببخش. خب بذار بگم چی شده. آقا جان یه توییت اومده که یه نفر زیر یه توییت دیگه یه خبط و خطایی کرده، فکر میکنی من اشتباه کردم ولی حالا درستش کنم، یه خبط و خطایی کرده، نوشته که آه بابا جان راجب توییت اصلی آدم نیست راجب چی بود، ولی اون مسیج خبط و خطادار اینه که میگه که آقا دیگه هر ایرانی یه بار تو بچگیش خارج از ایران سفر کرده. دختر نگم برات ملت خودشونو کشتن، بچه های تیمم گفتم 15,000 تا ریتویت شده، دوباره مسیج دادن ملت، جوابشو دادن، لهش کردن، عکسای بچگی خودشونو گذاشتن، مثلا منم اینا رفتم مثلا فلان شهر ایران، اینم سفر تو قالی تو پارک بودم، اینم سفر و اینا. و من فکر کردم که آقا این چرا یه همچی توییتی باید انقدر بازخورد عجیبی بگیره؟ اول اصلا من از کجا برمی که این آدمش واقعا جدی داشته میگفته؟ شاید جدی نمیگفته، شاید صرفا اومده مثلا فان باشه، کی میدونه که اون لحن اون آدم چیه؟ یه داره آفنسیف نشدن آدم ها، یه ذره نرفتن تو مقاومت به نظرت؟ این یک. دوم این که اصلا به فرض اینی که اینو گفته باشه، چرا آدما انقدر بد حالشون بچه، یعنی به فرض این که این جدی همچه حرفی زده، چرا بد همه آدما انقدر حالشون بچه بریزن به هم اینو تیکه پاره کنن که ها مثلا نه همه نمیرن اینجوری مسافرت، همه این همچین آپشن مسافرت ندارن. خب معلومه که همه آپشن مسافرت ندارن، چرا بد حالشون انقدر بچه؟ به نظر من اگه از دیدگاه روانشناسی بخوام به این ماجرا نگاه کنم، جسارتا در حینی که دارم میبینید دو سه تا گلمژه بد زدم متاسفانه، درخش رو بیامرز، اگه بخوام از اون دیدگاه به ماجرا نگاه کنم برمیگرده به اینی که من با یک چیزایی که احساس میکنم که کوتاهی بوده به اندازه کافی، سرویسی که من باید میگرفتم در بچگی نگرفتم، یه بچگی داشتم که شاید به اندازه‌ای که باید بچگی درستی نبوده، میرم اینو میخونم، بعد یه دفعه حالم بد میشه که چطور به خودش اجازه داد با من اینجوری صحبت کنه، چطور اجازه داد که با من نها، چطور اجازه میده که همچین چیز بگه، این چه مرفه بی دردی. بعد به خودم شخصی میگیرم. از همه برام جالبتر اون حجمه از اینی که ما فکر میکنیم اگه یه نفر عقیدش اینه که هر ایرانی باید تا حالا این همه مسافرت خارج رفته باشه، اگه یه نفر عقیدش اینه، ما باید له و لوردش کنیم، ما باید به سلابه بکشیمش. جالبتر از اون به سلابه کشن له و لورده کردن ایرانی جماعت چیه؟ طنز. ما با طنز میریم، یا با ناسزا و فوش و تیکه پاره کردنش میریم، یا با طنز میریم. و این طنز یک کوپینگ مکانیزم، یک مکانیزم انگار دفاعیه که مواظب خودمونیم که به واسطه اون مکانیزم بلای خاصی سرمون نیاد. بابا خانمایی که بلدن آرایشگاه منو ببخشن، من همینقدر بلدم. جواب شه یکی ببین چیزی گفت. خلاصه میخوام بهت بگم که پس یکی شد اینی که ما چرا همه چیز شخصی میگیریم میریزیم. به حال درسته من میدونم فضای توییتر فضای جنگل توریه، اینو من میدونم، یعنی آدم ها اجازه بذار ببینم چی شد، بعد نشد قابل تحمل شدم. نه فضای تیتر یه فضای جنگل توریه، آدم ها خیلی نامهربونن خدا وکیلی با هم. بابا جان یه سر مهربون تر باشید. میگن اینجا و اینجا اینجا اینجا، چرا نمیدونم اصلا دلیلش ندارم. و اما من فکر کنم بیام یه چند تا عکس برات باهات شیر کنم بهت بگم چیه. واسه سلام میام. ببین عکسا،
اول از همه دلم بر خودم سوخت خدای این عکس رو دادم. رفتم سراغ سری عکس قدیمی که از ایران آورده بودم. تو اینو ببین آخه، میبینی اینو میبینی آخه. این اولین سفر من بوده به حیاتمون رو روراک عزیزم. بعد عصبانی بودم و من نمیدونم چه اینا هی میذاشتن رو چمن، میذاشتن رو اون فواره فرت و فرت عکس میگرفتن. و بعد رفتم سراغ عکسایی که خب من یه زن دوره کردم. اولین باری که من از ایران رفتم خارج از ایران کجا بود؟ ترکیه بود. من یکی از نزدیکانمون ترکیه زندگی میکرد، ما رفتیم آنکارا و استانبول. من کوچیک بودم، من تینیجر بودم، 12 سالم بود و خاطرات اون موقع برام خیلی جالب. این سری آخر که رفتم ترکیه متوجه شدم چقدر اینا عوض شدن و چقدر تغییر کردن. من دیدی همش میرم تو مبنی هم این اینقدر دازه بودم. ببین این سرمازو ببین عزیزم، چقدر تو گناه داشتی، خیلی گناه داشتی. این کارت انجمن خوشنویسانه، تاریخم نداره، بدونی مال کی بوده. محل تشکیل کتاب موزه رضا عباسی بوده و تاریخ نداره. و بعد دلم برای سلماز سوخت که بعد از طلاقش خیلی سعی میکرد بره جاهای مختلف ایران رو بگرده. من خیلی ایران گردی کردم و بعدم نبودم و خوشتیب بودم. نگاه کن اینجا قلعه چیزه، مرنجاب نیست، چی بود اسمش؟ ماله یه خان میگم پیدام کنم میگم بهتون. یه قلعه بود، اینم که تخت جمشیده دوباره، همیشه هم یا دامن ترم بوده یا جوراب شهرواری. و اینجا یکی از کارون دو استس یادم نیست، توشم شنا کردم، عکس شناش من پیدا کردم دیگه اونو نمیذاریم. و برا من خاطراتم، این خاطرات که دوره کردم، دیدم واقعا مهم نیستش که تو چند تا سفر خارج حالا تو بچگی رفتی، مهم مدل خاطراتیه که ما از اون سفرها میسازیم و از همه مهمتر معناییه که به اون سفرها میدیم. مثلا من باید فخر بفروشم که رفتم ترکیه وقتی 12 سالم بوده، 14 سالم بوده، کوچیکتر بوده 12 سالم بوده. خب که چی مثلا چی؟ ولی میتونم فخر بفروشم از چیزایی که یاد گرفتم و تو زندگیم استفاده کردم، میدونی؟ و من فکر میکنم که بر من اینو داشت اصلا کل این چیزی که به این ماجرا فکر کردم که چقدر مردم ما کلن اصلا، حالا من که تو توییتر اصلا غیر ایرونی هم نیستم، ولی این چیزی که دارم میدونم اصلا با یکی یه حرفی میزنه همه میخراشن و میزنن و میکشن و میزنن که تو مثلا گفتی هیچ کسی هیچ ایرونی نیست که سفر خارج نرفته باشه، چطور به خودت اجازه میدی؟ خب حالا ما چطوری میتونیم تو کریتیسایز کنیم؟ بریم تو کار نقد، نقدی که با شوخیه، چون شوخی جای خوبی برای قایم شدن. من اینجا پیغامی ندارم که این کار بکنین اون کار بکنین، ولی خواستم شیر کنم باهات، خواستم شیر کنم که دلم برای این سلماز شوخ و خوشحال سوخت. این روزا خیلی روزای آسیب پذیری بود واسه من، خیلی گناه داشتم. این شاله چی شد؟ یادم تا چند وقت پیش داشتم، دامن دادم رفع شال داشتم، گیوم پام بود. سفر قبلش کردستان رفته بودم. ببین من از بعد از طلاقم جای نرفته توی ایران نذاشتم، فقط فکرم یک حوزه جنوب شرقی اون پایین یک کوچولو دستم در بقیه همه رو با اتوبوس و قطار و اینا گروهی میرفتیم مسافرت. من چقدر اون سفر رو چیز زیاد گرفتم، خیلی زیاد. همین مادم راجع به این ماجرا صحبت کنم، راجع به این توییته و اینی که چقدر واکنش آدم ها برام جالبه. 15,000 کای طرف ریپلای گرفته چون حرفی زده که به تریج قبای خیلی ها برخورد. موضوع خود باش، دوست دارم، موضوع خود باش تا زود. مهربون باشین با خودتون و سایرین، دور هم زندگی کنین، نصفش هم دیگر دانی تیکی پاره میکنین بابا جان. خدا حافظ.